دوستان عزیز سلام، امروز بخواییم با هم در مورد یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین اقوام ایرانی و یکی از دوست داشتنی ترین اقوام ایرانی یعنی قوم لور با هم دیگه صحبت بکنیم. قدمت حضور قوم لور در سرزمین ایران به بیش از 1000 سال پیش از میلاد مسیح برمیگرده. لورها رو در کشورمون به دو گروه لور بزرگ و لور کوچک ظاهرا تقسیم میکنن. لورهای بزرگ در سه شاخه شولستان در شهرستان ممسنی یا همون شهرستان محمد حسنی که ممسنی گفته میشه، گروه شاخه بویراحمدیشون که در کوهکیلوی بویراحمد، فارس، خوزستان، چهارمحال بختیاری به ویژه لردگان و بوشهر حضور دارن و شاخه بختیاری از لر بزرگ که در چهارمحال بختیاری، خوزستان، اصفهان و لرستان حضور دارن که خود بختیاری ها به دو دسته چهارلنگ و هفتلنگ تقسیم میشن که در برنامه دیگر به این مورد پرداختی. اما لورهای کوچک محل اصلی در واقع استقرارشون در لرستان، استان خود لرستان هست، پشکوهی ها در استان لرستان و پشکوهی ها در استان ایلام قرار دارن. شاید اگر گستره جغرافیایی زیست قوم لور رو بخوایم بررسی کنیم، یکی از گسترده ترین زیستگاه های قومی در ایران باشه. از شرق عراق تا دره عمان رو در بر میگیره، غرب و جنوب باختری ایران رو سرتاسر پوشوندن. زبان لوری در واقع نواده فارسی میانه هست. از ویژگی های انسان شناختی یا به تعبیری مردم شناسی اونها، صداقت هست، صمیمیت هست، وفاداری هست. یکی از معروفترین نمونه های پایمردی این قوم کاری بود که آریو برزن سردار لور در زمان حمله اسکندر مقدونی به ایران انجام داد و از سربازان و پیروان خودش خواست که با کندن آجرهای کلوخ آجرها و سنگهای تشکیل دهنده خانه خودشون، یعنی خانه ها خودشون رو خراب کردن و سنگهای رو بر سر سربازان مقدونی و یونانی زدن. من میتونم از در واقع نقش تردیدناپذیر لورها در مشروطه ایران یاد کنم، حضور ادبای بزرگی نظیر مرحوم دکتر قیصر امینپور و دانشمندان ارزشمندی نظیر آقای دکتر بهرام عکاشه، پدر زمین شناسی و زلزله شناسی ایران، مشتی نمونه خروار از حضور ارزشمند فرزندان این قوم بزرگ در تاریخ و فرهنگ و تمدن این سرزمین است.